چند هفته پس از فروکش کردن اختلافات دولت و رهبری نظام در خصوص ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات، روز گذشته محمود احمدی نژاد طی حکمی آقای حیدر مصلحی را از شورای پول و اعتبار کنار گذاشت. بنابر گزارش ها، هیئت وزیران در این ابلاغیه که به امضای آقای احمدی نژاد نیز رسیده، با استناد به ماده 89 قانون برنامه 5 ساله توسعه، وزرای اطلاعات و صنایع را از این شورا حذف و به جای آنها وزرای کار و امور اجتماعی و تعاون را به عنوان عضو شورای پول و اعتبار تعیین کردند. وبسایت محافظه‌کار رجا نیوز که پیش از این یکی از منابع تندرو حامی دولت محسوب می‌شد، در خصوص برکناری حیدر مصلحی از شورای پول و اعتبار به عنوان عالی‌ترین رکن سیاست‌گذاری پولی ایران، این اقدام را در شرایط کنونی عجیب دانست. اما خود آقای مصلحی در این باره گفته است این تصمیم علت خاصی ندارد، قرار بود دو نفر از وزرا انتخاب شوند که من جزو این دو نفر نبودم. به نظر من نظر آقای مصلحی اندکی با تعارف همراه هست. این برکناری کاملا سیاسی هست به دو دلیل. دلیل اولش این که در دو دهه گذشته وزیر اطلاعات همواره عضو شورای پول و اعتبار بوده. علتش هم این بوده است که بخشی از مسائل مربوط به پولشویی یا خروج پول از کشور، اینها به وزارت اطلاعات مربوط می شده. دلیل دوم هم این که جایگزین آقای مصلحی وزیر تعاون یک وزیر درجه دو حساب میشه در کابینه جمهوری اسلامی و اگر وزیر دیگری بود شاید این شایبه نبود، ولی جایگزینی آقای مصلحی با وزیر تعاون کاملا مشخص هست که ادامه اختلافات میان آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای است. رجا نیوز در بخش دیگری از مطلب خود با اشاره به تحریکات اخیر جریان موسوم به انحرافی نوشته است وزیر اطلاعات این بار در ماجرای کنار گذاشته شدن از شورای پول و اعتبار نیز قربانی تصفیه حساب سیاسی جریان نفوذی در دولت شده است. احمد باطبی، صدای آمریکا، واشنگتن.